دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید تلاش دیپلماتیک چین برای جلوگیری از برنامه هسته‌ای کره شمالی بدون نتیجه بوده است. این در حالی است که رویترز میگوید آقای ترامپ روز چهارشنبه در گفتگو با رئیس جمهوری چین از او خواسته بود تمامی تلاش خود را برای مهار هسته‌ای کره شمالی به کار گیرد. در تحولی دیگر سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه با اشاره به سخنان اخیر سفیر آمریکا در سازمان ملل اقدام نظامی و تهدید کره شمالی از سوی ایالات متحده را یک اشتباه بزرگ اعلام کرد و گفت این سخنان بازی کردن با آتش است. به دنبال آزمایش موشکی جدید کره شمالی نیکی هلی روز چهارشنبه هشدار داد در صورت بروز جنگ احتمالی حکومت کره شمالی به طور کامل نابود خواهد شد. هیئتی از قانونگذاران روسی نیز روز جمعه پس از دیدار از پیونگیانگ اعلام کردند کره شمالی آماده خلع سلاح نیست و گفتگو درباره این موضوع را هم نمیپذیرد. کره شمالی در آخرین آزمایش موشکی خود اعلام کرد واشنگتن را کاملا در تیررس خود قرار دارد. عادل جبیر وزیر خارجه عربستان روز جمعه گفت لبنان بدون خلع سلاح حزب الله لبنان در امان نخواهد بود. به گزارش رویترز آقای جبیر در کنفرانسی در ایتالیا همچنین تاکید کرد با وجود یک نیروی شبه نظامی در لبنان هیچگاه صلح برقرار نخواهد شد. او با غم انگیز خواندن شرایط لبنان ایران را متهم به ایجاد ناآرامی در خاورمیانه کرد. ایران پیش از این با رد این اتهام عربستان را به بی‌ثباتی در منطقه متهم کرده است. سعد حریری نخست وزیر لبنان روز دوشنبه گفته بود هر دو شاخه نظامی و سیاسی گروه حزب الله باید از دخالت در مناقشه های منطقه خودداری کنند و بیطرف بمانند تا بحران سیاسی لبنان پایان یابد. گروه حزب الله که بخشی از دولت لبنان را تشکیل می‌دهد در سوریه و نیز در عراق در حال جنگ با گروه حکومت اسلامی است. برخی از کشورهای عرب منطقه گروه حزب الله را به حمایت از حوثی‌های یمن و شبه نظامیان در بحرین متهم می‌کنند. حزب الله هر گونه فعالیت در یمن و بحرین را انکار می‌کند. مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان در گفتگو با روزنامه ابتکار اعلام کرد برخی تردد و سفر به برخی استانهای کشور برای تردد و سفر به برخی کشورهای استانهای کشور محدودیت دارد. امام جمعه اهل سنت زاهدان با اعلام اینکه برای سفر به قم، تهران و سیستان و بلوچستان مشکلی ندارد گفت برای سفر به دیگر استانها محدودیتهایی وجود دارد. آقای عبدالحمید در این گفتگو تأکید کرد که هیچ حکم رسمی به او درباره محدودیت سفر ابلاغ نشده اما غیر رسمی اعلام می کنند که نمی تواند سفر کند. مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان در انتخابات ریاست جمهوری ضمن حمایت از حسن روحانی در این حال از محقق نشدن برخی از خواسته ها و مطالبات جامعه اهل سنت در دولت اول او انتقاد کرده بود. آیت الله علی خامنه ای در شهریور گذشته در پاسخ به نامه مولوی عبدالحمید که از تبعیض نسبت به اهل سنت انتقاد کرده بود نوشت ارکان جمهوری اسلامی موظفند بر اساس قانون اساسی بین ایرانیان تبعیضی روا ندارند.